درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جایی که هستید. سپاسگزارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت در اختیار من میذاره در خدمتون باشم و با مهمانان فرهیخته‌ای که دعوت میکنم مطالب روز رو به اطلاعتون برسم. از جناب مهندس فرزادم در اتاق فرمان سپاسگزارم که به من یاری میدن برای بهبود این برنامه. امروز قبل از اینکه برم به سالن و مهمان عزیزمون رو خدمتتون معرفی بکنم، چند تا موضوع مهمی رو من برای شما انتخاب کردم امروز. یکی عواقب شکست یا عقب نشینی روس پوتین در جنگ با اوکراین هست، یکی از اون مطالبی که امروز میخواستم با همراه با مهمان عزیز خدمت شما باشم. قسمت دوم موضوع جانشینی خامنه ای، مجتبی خامنه ای هست و اگر فرصتی باشه راجع به تهدید اسرائیل و برای جنگ و یا اینکه مطالبی که رئیس موساد به صورت خیلی واضح مطرح کرده که گفته که ما حتی نیای شما را اگر کسی بیاد ما رو بزنه ما میریم به ریشه و عرشبت حضوره، چون که اون نیابتی ها نخواهیم داشت. ولی قبل از اینکه برم به سالن، تا موضوع هست که خیلی سریع با تصویر هست. از جناب فرزاد خواهش میکنم که مربوط میشه، یکی دوتاش مربوط میشه به اربعین این هست، هم دیگه میبینیم. و از مهمان عزیزم خواهش میکنم پس از دیدن این ویدیو کامنتی دارن راجبشون قبل از اینکه به موضوع اصلی برسیم نظراتشون رو بعد از چند تا کلیپ مال اربعین که خیلی کوتاه هست، هر کدومش حدود 30-40 ثانیه هست، یک ویدیوی هست راجب کودکان هست که یک پیامی پدر مادرها و ارشاد که اگر ممکنه جناب فرزاد اینا رو پشت سر هم مال اربعین رو پخش بکنیم و بعد بریم بعد. اینجا نه آب و هوای درستی داره، نه امکانات رفاهی، نه سرویس بهداشتی درست، و اصلا ماشین هم نیست که از اینجا به نجف بریم و باید چند ساعت منتظر بمونیم. اینجا مردم داخل آشغالا خوابیدن، ما داخل تلویزیون همه تبلیغ میکنن که امکانات رفاهی داریم، این داریم، اون داریم، اما اینجا هیچ خبری از این چیزه که میگن نیست. به خاطر به دور ماندن از این ترشحات چسبناک و تهوع آور، با فشار دادن و مالیدن آن به زمین آن را تخلیه می کنند. سوخت و ساز بدن خزندگان پایین است، ولی به دلیل خواب زمستانی چندین ماهه ذخیره چربی بدن آنها کاهش می یابد. دانش همکنون در جاده ایلام به مهران وضعیتی که مشاهده میکنید نگاه کنید. همکنون برا با گفت و ملت کلن چه امامی و تبارک الله، چه غلامی و تبارک الله، نصرت الله و تبارک الله، قدرت الله و تبارک الله، آیت الله و تبارک الله، الله الله به صدایت. از غرب اظهار نفرت می کنند، هر ایرانی هم که می رود را سرزنش می کنند. حال اما یک به یک دارد مشخص می شود که فرزندانشان در همان غرب زندگی می کنند و کاسبی. از زاکانی شهردار. بله خیلی ممنون جناب مهندس. خواستم که جناب دکتر هودشتیان درود
سلام دارم بهتون بگم و خیلی سپاسگزارم. با میدونم که چقدر گرفتار هستین، مشغول هستین و این فرصت رو به من دادین بعد از مدت‌ها در این برنامه شرکت بکنیم و از شما بسیار سپاسگزارم. قبل از اینکه بیام خدمتتون می‌خواستم بکنم که من برای دو یا سه هفته آینده ممکنه نباشم در این برنامه، بنابراین خواستم که دوستان اونایی که زیاد علاقه‌مند نیستن خوشحالی بکنن، من در خدمتتون نیستم. در هر صورت دکتر هودشتیان، هر شبت که این کلیپ رو شما ملاحظه کردین، قبل از اینکه به موضوع اصلی برسیم می‌خواستم پرسش بکنم که آیا کامنتی دارین، نکته‌ای دارین که بخواین که به این مطالب، به این کلیپ ها اضافه بکنین برای بینندگانمون، یا نظر خودتون رو مطرح بکنین؟ بله، اولا با تشکر از اینکه بنده رو دعوت کردین و درود می‌فرستم به شما جناب افشین جم و مردم ایران، کسانی که برنامه رو گوش میدن و مدیران این تلویزیون. خدمت رو عرض شود که خب تصاویری که نشون دادین چندین لایه داره. لایه خیلی سادهش این مدیریت و افتضاح مدیریت جمهوری اسلامی برای تمام تبلیغاتی کرده در رابطه با این سفر به اربعین هست و اینکه چندین میلیون به اصطلاح بطری آب رو، علی‌رغم اینکه آب در خود ایران نیست، اینا فرستادن عراق و این رو پیش از این هم میدونستیم و اعلام کرده بودم من توی این مصاحبه‌های دیگه که این واقعا نشان از بی تدبیری جمهوری اسلامی است. اما از این گذشته این یه لایه خیلی رویت در واقع از این تصاویر. تصویر دیگه اما برای من اون کودکانی هستن که امروز چهره آقای خامنه‌ای رو میبوسن. این برای من خیلی جالبه، یعنی آقای خامنه‌ای باید بدونه که این کودکانی رو که وامی دارند، معلمانشون که چهره او رو ببوسند، فردا در برابرش خواهند ایستاد و اینها و این بوسه ها نشانی از تبعیت، مقبولیت و مشروعیت جمهوری اسلامی به هیچ وجه نیست. کودک 6 ساله یا 10 ساله شاید هنوز حاضر و قادر نشده که به قدر کافی تنفر از رژیم جمهوری اسلامی رو ابراز بکنه و زوایای تاریک و تیر و سرکوبگر این رژیم رو حس بکنه، اما به زودی حس خواهد کرد. همین که وارد جامعه بشه از جمهوری اسلامی روی بر خواهد تافت و پشیمان میشه از اینکه روزی بر آن چهره بوسه گذاشته. بله، من فقط اضافه بکنم اینکه در حقیقت روی سخنم به پدر مادرها هست که این یک نوع مغزشویی هست برای کودکان و همینطور که همه میدونیم اثرات که بر مغز کودک گذاشته میشه تا این سن 5-6 سالگی اثرات خیلی قوی داره و گرفتن اون، درآوردن اون اثرات منفی که گذاشته میشه بسیار سخته. بنابراین پدر مادرها هستن که میتونن در حقیقت اینو دی اکتیویتش بکنن، یعنی این مطالب رو با گفتاری که در منزل دارن بتونن از این کودکان، از مغز این کودکان در بیارن و بدونن که البته این در حقیقت یک از نظر دینی هم بسیار کار غیر دینی هست برای بوسیدن عکس کسی که این کار رو انجام میدن، این برخلاف مواضع خود دین اسلام هست که همیشه مطرح میکنن برای اینکه یک حالت تقدیسی بهش بدن و میدونیم که در اسلام تقدیس کردن یک همچین فردی یا افرادی مثل این در حقیقت مذموم هست و حرام است. ببخشید من خواستم فقط اینو اضافه بکنم. اگر مطلب دیگه نیست دکتر دشتیان، بریم به مطالب اصلی امروز که در قسمت اول همطور که در آغاز عرض کردم مربوط میشه به شکست، یا نمیتونم بگم شکست، بلکه عقب نشینی سپاه و روسیه از جبهه جنگ در قسمت شرقی اوکراین هست
و ظاهرا حدود 6000 کیلومتر مربع روسیه از دست داده، از اون چیزهایی که از قسمت‌های اولیه جنگ که تصاحب کرده بودند، و ظاهرا انقدر با عجله رفتن که بسیار زیادی از وسایل و تانک و مطالب لوازم جنگی رو جا گذاشتن، حتی یه عده‌شون هم با لباس‌هاشون هم درآوردن برای اینکه شناخته نشن و فرار کردن. این بسیار خبر خوبی هست از این نظر که من فکر میکنم اگر این ادامه پیدا بکنه کمک به صلح خواهد کرد. البته من این نظر شخصی منه، میخواستم که شما خواهش میکنم نظرتون رو به عنوان یک تحلیلگر مطرح کنی. خواهش میکنم والا خدمتون رو شود که اندکی شاید در ادامه صحبتهای شما و تایید آنچه که گفتید البته، ولی خب حالا این جنبرم در نظر بگیریم که اندکی شاید زود باشه که بگیم که به واقع یک عقب نشینیه، چون هنوز از طرح‌های متعدد آقای پوتین به دقت خبر نداریم، اطلاع نداریم. آنچه که در پشت پرده هست رو پوتین هم میتونه از طریق حمله به ممالک بخش‌های شرقی در واقع بیشتر خودنمایی کنه، اون رو در واقع تلافی کنه به عبارتی. یعنی در واقع هنوز یه مقدار باید منتظر شد که تا ضعف‌های ارتش روسیه رو مشاهده کرد. البته از ابتدای آغاز جنگ همه تحلیلگران به ضعف‌های ارتش روسیه هم در صورت یا از نقطه نظر لوجستیکی هم از نقطه نظر مدیریتی اعتراف کرده بودن و بر اونها تاکید کرده بودن. اما من فکر کنم که به هر حال شاید عاقبت جنگ اوکراین احتمالاً یکی از خروجی‌هاش واقعاً عقب نشینی یا شکست ارتش روسیه خواهد شد. شرق، ببین الان این نقشه که الان نشون میدیم، در واقع هنوز 1/5 اوکراین زیر نفوذ ارتش روسیه هست. بخشایش رو اوکراین داره میگیره به همت در واقع به اصطلاح حمایت خیلی خیلی مستقیم انگلستان، آلمان، فرانسه، ایالات متحده و غیره و غیره. نگفتم نیتو، چون نیتو دخالت مستقیم نمیخواد بکنه. دیگران هم به هر حال به شکل فردی، یعنی سازمان ها، کشورها به شکل فردی دخالت میکنن. و مسلم که یکی از بزرگترین شانس هایی که اوکراین داره اینتلیجنس، یعنی اون برنامه‌ریزان، طراحان، نقشه‌ریزان ارتش نظامی که از سوی غرب به اوکراین میرن برای کمک کردن به ارتش نظامی. ارتش نظامی بدون یک برنامه دقیق سیاسی، طراحی دقیق، جلو نمیتونه بره. فقط سربازان و این پیاده نظامان نیستن که ارتش رو، سرنوشت جنگ رو تعیین میکنن. یکی از تحلیل هایی که امروز مطرح هست خیلی جالبه، این هستش که به واقع در ادامه آنچه که شما گفتیم به درستی، این هست که اگر ما بخش اتمی یا نیروی اتمی رو از ارتش روسیه و از روسیه برداریم، آنچه که میمونه از روسیه امروز با وجود فطرت اقتصادی و بحران‌های اجتماعی و وضعیت در هم ریخته نظامی امروز، روسیه امروز همانند یکی از کشورهای جهان سومی است. فقط اون چیزی که سرپا نگه می‌داره، همچنان که مثل جمهوری اسلامی هم همینطوره، تهدید به اینکه چه بسا که با نیروی اتمی وارد میدان بشه و به این لحاظ دائما اروپای شرقی سعی میکنه که اروپای غربی سعی میکنه که باشون به آرام آرام بیاد جلو و غیره و غیره. اگر نه واقعا توان اقتصادی و توان نظامی روسیه بسیار تحلیل رفته و به هیچ وجه روسیه در شرایط پیشین نیست. حالا اما این هنوز یک گام نخستین تحلیله، هنوز میتونیم با جلوتر بریم. اگر پرسشی دیگه نباشه من میتونم برم جلو، میتونم ادامه بدم، یا اینکه اگه پرسشی هست صبر کنم ببرم بخشای بعدی رو باز کنم در رابطه با اوکراین و روسیه. کاملا اگر مطالب مهمی هست که حتما هم مهم هست خواهش میکنم ادامه بدین، ولی این اشاره بکنم این ابهتی که از روسیه داشتن با این جنگ و مسائلی که پیش اومد نشون داد که اون به درستی اشاره کردین، فقط موضوع کلاهک های اتمی هست که در حقیقت اونو یک روسیه رو یک کشور
به اصطلاح مایتی میکنه، خیلی بزرگ جلوه میده، ولی دیدیم که چقدر واقعا به درستی کاملا شما اشاره کردید مثل یک کشور جهان سوم میتونه باشه که نتونسته. خواهش میکنم بفرمایید. فقط اضافه بکنم اگر ممکنه، بفرمایید. نه خواهش میکنم. نه من میخوام بگم که الان اولا موقعیت پوتین رو یه مقدار بررسی کنیم. از یک سو اعتراضات درون کشور بسیار زیاد شده، همچنان که شما خودتون میدونین و همه ناظران ها که شاهد هستن. از سوی یک پتیسیون جدیدی در واقع منتشر شده همین امروز ها، یعنی در واقع 12 دیروز، که به توسط عده‌ای از رهبران و مسئولین سیاسی و اداری کشور در سطح لوکال، یعنی در سطح شهرها، از جمله سن پترزبورگ، بر علیه پوتین و گفتند در این پتیسیون که پوتین میباید استعفا بده بره. بنابراین وضع پوتین اونقدر هم جالب نیست. از یک سو به هر حال وضعیت اقتصادی جهان غرب به واسطه این جنگ یه مقدار دچار بحران شده، ولی خود روسیه هم دچار بحران بسیار زیادی شده. از سوی دیگه اگه بخوایم واقعا موقعیت روسیه رو بخوایم دوباره بررسی کنیم، میبینیم که پیامدهای این جنگ و نتیجه این جنگ چه خواهد بود. ببینید پوتین زمانی که به قدرت میرسه این قدرتش رو بر علیه السین میگذاره و شدیداً با رفرمای گورباچوف مخالف بوده، بخاطر اینکه فکر میکرده که رفرمای گورباچوف اتحاد جماهیر شوروی رو، با وجود اینکه پوتین کمونیست نیست، اما اقتدار روسیه رو که تبلور اصلیش در اتحاد جماهیر شوروی بوده، اون اقتدار را در هم ریخته. که میدونی که تحلیل خیلی اشتباهی است. شما اگه کمونیسم شوروی رو از شوروی بردارید، یعنی ایدئولوژی رو بردارید، تمام میریزه، چیز دیگه نمیمونه. اون هیبت اتحاد جماهیر شوروی فقط در کلاهک‌های اتمیش، در اقتصاد دولتیش، در ایدئولوژی سیاسیش نبوده. مهمتر از اون ایدئولوژی فلسفیش بوده که اون کمونیست بوده. اما در صورت فکر میکرده که گورباچوف تند رفته، السین بسیار ضعیف بوده و به این واسطه در سیاست اتحاد شوروی فکر میکنه که پوتین که باید تندتر و قویتر در برابر غرب ایستاد. به علاوه اینکه ما همه اطلاع داریم که اصولا اون چیزی که پشتوانه فکری، فلسفی و سیاسی پوتین هست یک نظریه به اصطلاح محافظه‌کارانه ضد غربی و شرق‌گراست که میگوید که مدرنیته بحران داره، غرب در حال در واقع فروپاشی هست و ارزش‌های غربی هم فروپاشیده، آردی فروپاشیده. بنابراین آنچه که میمانه در واقع شرق هست، ارزش‌های شرقی است و میبایست که پوتین این نمایندگی تاریخی رو بپذیره که این نمایندگی تاریخی عبارت میشه از اینکه پرچم شرق به رهبری روسیه رو بلند کنه، پرچم شرق به رهبری روسیه. این نظریه محافظه‌کاران ضد مدرن و ضد غرب در روسیه است که پشتوانه پوتین هستن. ببینید هر نیروی تهاجمی اگر دارای یک ایدئولوژی تمام قد و قوی هیکل نباشه که توجیهگره تهاجم نباشه، توجیه کنه تهاجم، چون تهاجم باید توجیه بشه. مثل دزدی که میره بالای خونه شما بالا میگیریش، باهاش صحبت که میکنی میگه چرا دزدی کردی، توجیه میکنه. اگه توجیه نکنه رضایت نداره، یعنی تمام قوای خودش رو نمیتونه بسیج کنه. برای اینکه بسیج کنه تمام قوای خودش رو، باید خودش رو قانع کنه که این دزدی کار درستیه. اون نیروی مهاجم هم به توسط این ایدئولوژی محافظه‌کار که پرچم‌دار این کرنش به شرق میباید روسیه باشه، مهمتر از چی؟ مهمتر از چین، باید پوتین بتونه این پرچم‌داری حفظ کنه. اما حالا نگاه کنین از سوی دیگه استراتژی جهانی رو که بررسی بخوایم بکنیم، ببینین مسئله مرکزی ایالات متحده در واقعیت کلام چه بسا که روسیه نبوده و همواره چین بوده. و مسئله چین که اگر تا کنون چین به جای حمله نکرده، اما چگونه است که چین بزرگترین ارتش رو داره برای خودش سامان میده و بودجه نظامی چین به میزان بسیار زیادی به نسبت سالهای گذشته دائما داره افزایش به ارتش سازمان یافته بدون پروژه تهاجمی، بدون پروژه تهاجمی ایستاده در چین آماده. آماده چیه؟ چرا ایالات متحده به همراه استرالیا، به همراه انگلستان و ژاپن، 3 نیرو و ایالات متحده 4 نیرو یک الیانس نظامی درست کردن در آبهای آسیای جنوب شرقی؟
سال ماست. از 2016 به بعد این درست شده. چرا این درست وجود اومده؟ چرا این مسئله در آبهای جنوب شرقی آسیا وجود اومده؟ روسیه کجا این قضیه است؟ من میخوام بگم که دشمن اصلی در واقع ایالات متحده با وجود اینکه مراودات اقتصادی با ایالات متحده بین ایالات متحده و چین خیلی 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 زیاد بوده و بدون این مراودات از زمان دنگ شیائوپینگ و حتی از زمان چین، از زمان نیکسون، ببخشید از زمان ماو نمیتونسته چین بالا بیاد. با وجود این مراودات بزرگ مسئله اصلی در واقع ایالات متحده چین بوده. اما اگر تقابل بین غرب و شرق با دو نیرو صورت بگیره، یعنی از یک سو چین باشه که به عبارتی رقیب اصلی ایالات متحده است و پشوانه بزرگی داشته باشه به نام روسیه، اینطوری تقابل نامتعادلی خواهد بود و مسلمه که شرق میبره از نقطه نظر نگاه طراحان غربی. طراحان غربی در ایالات متحده نشستن در واشنگتن میگن ما دو نیرو داریم. حالا چجوری میتونیم در برابر دو نیرو بایستیم؟ یکیش از نظر اقتصادی خیلی قویه، یکیش به اصطلاح خب روسیه است که اونم از نظر نظامی خیلی قویه. چیکار کنیم ما؟ بهترین راه اینه که این رو درگیر یک جنگ نظامی کنیم، نیروش رو تضعیف کنیم، چه بسا در این نیرو در این جنگ اصولا ببازه و اگر ببازه سرنوشت گورباچوف و سرنوشت ارتش سرخ در افغانستان نصیب ارتش شوروی روسیه در اوکراین خواهد شد. این به نفع ایالات متحده در رقابتش با چینه. در واقع چین پشتش خالی میشه از نقطه نظر اگر روسیه شکست بخوره در جنگ اوکراین، پشتش خالی میشه و این به نفع در واقع ایالات متحده است، چون که نیروی قوای رقابتی خودش به جنگ دو تا باشه یکی خواهد بود و این بسیار بسیار برای ایالات متحده خیلی مفید خواهد بود که دیگه پشتیبانی چین رو در واقع ایالات مسکو نداشته باشه، روسیه نداشته باشه. الان تمام نیروی در واقع ایالات متحده و نیتو و اروپای شرقی تضعیف روسیه از همه جهاته، هم از لحاظ نظامی، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ در واقع اقتصادی. این کاری است که و موقعیت امروزه. اما چه پیش خواهد آمد؟ آنچه پیش خواهد آمد این است که به طور حتم روسیه سال 2000 و 2012، یعنی دوره‌هایی که پوتین به قدرت میرسن و در انتخابات ریاست جمهوری دائما خودش رو تکرار میکنه و میاد سر کار، به هیچ وجه و به هیچ وجه قابل مقایسه با دوران استالین، با دوران خروچوف و دوران دهه 60 و دهه 70 نیست. این روسیه با اون میزان گستردگی تظاهراتی که در ابتدای کار هنگام آغازین روی کار آمدن پوتین در خیابان‌های مسکو و سن پترزبورگ اونا رو می‌دیدیم قابل مقایسه نیست. این روسیه، روسیه‌ای که مترقعه و به نظرم نمیاد که این روسیه رو در واقع حکومت فعلی یعنی کرملین بتونه سرکوب کنه. به این لحاظ یکی از پیشبینی‌ها این هستش که در ادامه این جنگ اگر ارتش روسیه هرچه بیشتر ضربه پذیری خودش نشون بده و هرچه بیشتر ضعیف بشه، امکان گسترش تظاهرات ها، مبارزات مردمی، خیابانی در روسیه افزایش بده. این یک آپشنه. دومین این هستش که اگر این روند دوباره ادامه پیدا کنه، خود ژنرالای ارتش که میبینن این دوران هیتلری، چون اقتدار هیتلر رو پوتین نداره، اصلا نداره، به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. اما به این دلیل هستش که ضرب پذیری و ضعف در واقع پوتین هرچی بیشتر مشهود خواهد شد و ژنرال ها میتونن احتمالا در آینده نزدیک در برابر پوتین بیستن و یک دوتا مخروجی اینجا هست، یا اینکه پوتین رو مجبور کنن به استعفا، یا اینکه کودتا کنن علیه پوتین برای نجات روسی، به بهانه نجات روسیه، چون میبینن که روسیه داره هرچی بیشتر قواش تحلیل میره، اقتصادش کم‌مایه شده و امکان پایداری اون نیست و برای منافع ملی و به بهانه منافع ملی میتونه این خروجی هم در واقع یکی از خروجی‌های موجود در آینده نزدیک باشه. بله، در این سناریو دکتر کودشتیان در حقیقت پایان پوتین خواهد بود اگر یه همچین اتفاقی که بله. این سناریو که گفتین البته الان همطور که شما اشاره کردین این برای این امضایی که جمع شده که بسیار مهمه، به نظر من خبر بسیار مهمیه و بعد میبینیم که
خیلی بلاگرهای زیادی الان شروع کردن به بلاگ کردن، چون میدونیم سانسور شدیدی هست در اونجا و وقایع رو به مردم دارن میگن و این کمک میکنه به اون سناریویی که شما به اشاره کردین. میخوام برم در همین سناریو در راجع به روسیه و اوکراین، میخواستم که بریم در یک قسمت دیگه. امروز گزارش ها بود که یکی از پهپادهایی که جمهوری اسلامی اخیراً فروخته یا داده به روسیه افتاده، یعنی زدنش، یا اینکه حالا به صورت موشک زدن یا اینکه به صورت با اشعه انداختنش، حالا مهمش مهم نیست، ولی اون چیزی که مهم هست اینه که این پهپاد ساخت ایران در زمین اوکراین افتاده. شما تحلیلتون چی هست؟ چه اتفاقی از این نظر بین المللی، چون الان در حقیقت جمهوری اسلامی همراه و همکار پوتین شده و این که در حقیقت کانسیکوینس هایی خواهد داشت، عواقبی خواهد داشت برای جمهوری اسلامی از نظر ناتو یا احشبت که منطقه، برای اینکه ما باید این قسمت منطقه رو هم در نظر بگیریم، چون اینها همسایه های ما نگرانی خواهند داشت بیشتر از قبل که یه همچین اتفاقی افتاده. خواهش میکنم نظرتون بفرم. بله، خدمتتون عرض شود که نیتو که کاری به ایران نخواهد داشت، اما ایالات متحده و اروپا همواره ایران رو محکوم خواهند کرد به این عنوان که پشتیبان روسیه در جنگ در اوکراین بوده، که هیچ مشروعیتی دلیلی قانع کننده برای دخالت ایران در این جنگ وجود نداره از نقطه نظر غرب، و برای ما دلیل دوگانه و چندگانه است در نشان دادن وابستگی جمهوری اسلامی و بیت رهبری به روسیه. یعنی این نقطه سر خط، هیچ چی دیگه نیست، وابستگی. اگه پیش از این میگفتن رژیم شاه وابسته ایالات متحده است و هیچ مدرکی هم نشون نمیدادن، رژیم شاه هم در برابر ایالات متحده رو میستاد و میگم ما نفر انقدر میفروشیم به سمت اتحاد جامعه شوروی هم میرفت، امروز اساسا اینو نمیشه دید و به هیچ وجه نمیبینیم که جمهوری اسلامی داره مانور نمیده. رژیم شاه مانور میداده بین قدرت ها و یکی از نقاط برتر رژیم شاه هست که مانور میداده، و این مانور رو حکومت های مستقل باید بدن، از همه منابع استفاده کنن، از همه امکانات استفاده کنن، در رقابت جهانی بهترین ها رو برای مملکت خودشون حفظ کنن. خب نمیگم که رژیم قبلی بدون عیب بوده، به هیچ وجه و به هیچ وجه، اما رژیم فعلی به طور خدشه‌ناپذیری در تحلیل در واقع به وابستگی خودش به روسیه نشان داده. از این نقطه نظر حالا چرا این وابستگی وجود داره؟ بخاطر اینکه رژیم جمهوری اسلامی برعکس تمام رژیم‌های استبدادی که به هر حال هرچه استبدادی باشن برای منافع مملکت خودشون و اقتصاد خودشون همکار میکنن، چرا که پایداری اقتصاد ملیشون کمکی به پایداری حکومتشون داره هرچه استبدادی باشه، اما رژیم جمهوری اسلامی از این خرد به اصطلاح معقول، خرد معمول در واقع بی بهره است. یعنی انقدر عقل و شعور نداره که الان که موقع مناسبی است برای فروش نفت و گازش در اروپا، اروپای شرقی، از اروپای شرقی بگیرین، از آلمان و ایتالیا بگیرین و فرانسه و انگلستان، بهترین موقعیتی برای اینکه وارد این مجادلات بشه، به سرعت برجام رو امضا بکنه، نفت و گازش رو در منطقه بفروشه در اروپا و بتونه از این لحاظ اقتصاد خودش رو بارور کنه. اما انتخاب جمهوری اسلامی پیروی کردن از روسیه بود. حالا شما تصور بکنین یک لحظه که این پشتیبانی مورال، اخلاقی، روحی، سیاسی و پشتیبانی در واقع نظامی چه بسا که روسیه از ایران میکرده و حالا ایران داره برمیگردونه، اگر روزی روزگاری به زودی یا اندکی دیرتر ارتش روسیه در اوکراین شکست بخوره، چه شکست و چه افتضاحی برای جمهوری اسلامی خواهد بود. یعنی اون 10% هم که به بهانه‌های متعدد و مختلف که غیر قابل توجیه برای ما هست از رژیم دفاع میکردن و میگفتن بله بله ما میریم در برابر گسترش نیتو در اروپای شرقی میستیم، در برابر اوکراین میستیم، در برابر گسترش، به این بهانه وارد جنگ روسیه شدن دیگه، گفتن ما میریم چون داره نیتو گسترش بده میکنه ما میریم میستیم جلوش. اون زمان در واقع
در واقع تمام این پشتیبانی سیاسی و روحی و اخلاقی از جمهوری اسلامی گرفته میشه و طرفداران جمهوری اسلامی در واقع میبینن که رژیم توی دام بزرگ دیگه این مردم خودش رو برده. از این لحاظ در واقع میتوان گفتش که جمهوری اسلامی با شکست روسیه، شکست احتمالی روسیه، شکست دوچندان رو نصیبش خواهد شد. این یکی از موارد به اصطلاح خیلی خیلی مهمه. اما خب باید ببینیم که نتیجه این بحث چه خواهد شد. ما از طریق اگر احتمالاً به اصطلاح بگوییم که روسیه آمده به سمت آنچه که دید، همچنین که شما میگویید که در واقع همه اخبار هم همینو میگوید که پهپادهای ایرانی رو گرفتن به کار، به استخدام گرفتن، به کار گرفتن، ولی این پهپادها شکست خورده و افتاده زمین به خاطر عدم کاربری تکنولوژی ایرانی هست، که این تکنولوژی ایرانی واقعا در جنگ داره ثابت میکنه که چقدر کم‌مایه و ضعف داره. این در واقع نشان میده که خود روسیه در موقعیتی هستش که نیازمند تکنولوژی و اقتصاد اروپای کره شمالی است، نیازمند ایرانه، یعنی کشورهایی که خودشون در ضعف بزرگی هستن. ولی ببینیم که روسیه چقدر در ضعف درگیر شده، در این موقعیت درگیر شده، چقدر ضعف داره که مجبور شده به کشورهای ضعیف‌تر از خودش مثل ایران و کره شمالی روی بیاره. بله، نتیجه گیری که من میکنم دکتر اودشتیان راجع به موضوع اقتصادی این موضوع هست که همونطور که به شما به درستی اشاره کردین، جمهوری اسلامی میتونست بهترین نفع و با اینکه روسیه الان در تحریم هست بتونه ازش استفاده بکنه، ولی متاسفانه میبینیم که باز هم به طرف بازنده رفته تا اینکه بتونه بیاد برنده بشه و برای مردمش کار بکنه. من در حقیقت من در مطالب مختلف دیگه گفتم جمهوری اسلامی نشون داده که مستعمره پوتین هست، نه روسیه، مستعمره پوتین هست. و این چقدر از نظر اقتصادی که الان مردم ما واقعا نیاز به هر سنت، هر ریالی دارن، چه خیانتی به مردم ایران و ملت ایران کرده. در همین رابطه چون ما در منطقه هستیم، میخواستم فقط اشاره بکنم که متاسفانه جنگ بین ارمنستان و آذربایجان، جمهوری آذربایجان امروز در حقیقت بینشون آتش رد و بدل شده و تا حدود یک ساعت پیش که من چک میکردم حدود 48 تا ارمنی به اصطلاح حالا کشته شدن و این متاسفانه در شرایط کنونی زیاد خوشایند نیست، حتی برای جمهوری اسلامی هم، برای ایران هم خوشایند نیست، به خاطر اینی که نمیدونه بعد چیکار کنه. نمیدونم شما اگر دوست دارین که یک توضیح، یک مطلبی راجع به موضوع بفرمایید. والا آخرین خبر که فرانس 24، این کانال بین‌المللی فرانسه، در این رابطه عنوان کرده، همین امروز 50 کشته هست و 50 کشتم مشخصا از سوی در واقع متاسفانه ارامنه هستن، یعنی اهالی ارمنستان، ارتش ارمنستان. من در واقع صحبت هر دو طرف رو شنفتم، هم از سوی آذربایجان که ارمنستان رو محکوم میکنه که آغازگر تنش شده، و هم از سوی به اصطلاح مسئولین، بله همین تصاویر رو هم من در فرانس ونکت دیدم، و هم از سوی در واقع ارمنستان که آذربایجان رو به اصطلاح محکوم میکنه. و خب این میتونه آغازگر یه تنش بزرگ باشه. میبینید که این واقعا خیلی خیلی ناخوشاینده که الان در این موقعیت ارمنستان و آذربایجان وارد این بحران بشن. به هیچ وجه نه به نفع ارمنستان این ماجرا، نه به نفع آذربایجان، و به خصوص که ایران به هر حال یک موقعیت میانی و اندکی خونسا گاه به گاه داشته. ولی من واقعا امیدوارم که این جنگ ادامه پیدا نکنه، چرا که به هر حال روسیه در این ماجرا نقش آفرینی خواهد کرد اگر ادامه پیدا کنه، خودشو در این موقعیت میبینه که نقش آفرینی بکنه.
اما خب اینکه اینجا هم صحنه زورآزمایی قدرت‌های بزرگ بشه، این واقعا برای ما که در همسایگی آذربایجان و ارمنستان به عبارتی به هر حال کشورهای نزدیک ما هستن اصلا خوشایند نیست. و امید من این است که هر چه زودتر این ستیز خاتمه پیدا کنه. بله خیلی ممنون دکتر دشتیان. میریم به این موضوع دیگه مربوط به میشه به جانشینی خامنه ای. این اخیراً در چند روز گذشته شایعاتی بوده که حال خامنه ای خوب نیست از نظر روحی و جسمی و ظاهراً بردنش در مشهد یا ترقبه، جایی که جای خوش هوایی هست و یه مقدار سلامتیش رو به دست بیاره. ولی نکته مهم اینجا این هست که تمام شواهد نشون میده، یعنی موضوع شورای نگهبان اینطور مطرح میشه و در حقیقت اگر بخوام یک قدم عقب برم، برنامه‌ای که خامنه ای ریخته بود و یک دست کردن حکومت، یعنی قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه، اینا رو به هم دیگه گذاشته، ارتش و بسیج در سپاه در اختیارش هست، تمام رسانه‌ها در اختیارش هست، یعنی برنامه ریزی که شده این که این کار انجام بشه، چون کسی دیگه ای رو به نظر نیست که راجبش صحبت بشه. و چیزی که خیلی شایعه رو زیاد کرده اینه که چرا خامنه ای تکذیب نکرده، یعنی این تمام این شایعاتی که آمده هیچ وقت نگفته نه آقا اصلا این همچین صحبت هایی نیست و اینو گسترش داده. نظر شما رو میخواستم راجع به این موضوع و تحلیل شما رو دکتر گودشتیان. بله والا خدمتتون عرض شود که خودتون میدونین که در واقع آقای خامنه ای فکر میکنه که مشتبه آقازاده نیست، بلکه فکر میکنه که اون آقاست. این رو گفته دیگه که ایشون رو آقازاده صدا نکنید، ایشون آقای مشتبه هستن، مشتبه خامنه ای. خب ما در سنت اقتدار شاهان پیشین هم مهمترین مسئله مون در واقع که میدیدیم در مطالعه این سلسله های بزرگ شاهی در ایران، مسئله اطمینان از همه مهمتر بوده، نه لیاقت، کارایی، مشروعیت مردمی، محبوبیت مردمی، اینا مهم نبوده. این مهم بوده که این چارچوبه، این نظام بمونه. و برای اینکه بمونه، اگر مثلا شاهی حس میکرده که یکی از پسرانش تندروی میکنه، خب میرفته اون رو سربنیست میکرده که یه پسر دیگه بیاد که وفادار به او باشه و غیره. منظوری که اینا رو ما انواع اقسامش رو دیدیم و اینکه این وفاداری به حکومت، وفاداری به رسم و رسوم و ارزش‌های حکومتی مهمتر از لیاقت، کارایی و مشروعیت مردمی یا محبوبیت مردمی است. این در مورد به اصطلاح رژیم جمهوری اسلامی خیلی صدق میکنه. در واقع ما این رو به عبارتی دیدیم. اما فکر میکنن که در مورد جمهوری اسلامی و بیت رهبری این صدق میکنه. اما فکر میکنم جامعه و به همراه اون چه بسا که اخشار میان حال حکومت، یعنی اون لایه هایی که آنچنان وفادار نیستن و واقعا خسته شدن از این اوضاع و خودشون میبینن میزان فلاکت اوضاع و فساد مدیران رو، فکر نمی کنم که به سادگی بپذیرن تغییر رادیکال بزرگ همانند این رو. همچنان که امروز میدونین که برخی از روحانیون پیشنهاد یک شورای رهبری رو دادن، همچنان که رفسنجانی پیشنهاد شورای رهبری داده بود، برخی دیگران هم همینطور در قبل از اینکه از جهان بره آقای رفسنجانی این کار کرده بود. اما این نظر اصولا میونه برخی روحانیون وجود داره که آیا ما میبایست این انتقال رهبری رو از یک فرد به یک فرد دیگه از سوی رهبری پیشین به رهبری بعدی بپذیریم؟ یعنی میتونه رهبری پیشین انتقال بده قدرت رو به کسی دیگه ای؟ یا اینکه در واقع کسی دیگه باید محصول انتخابات بشه؟ حالا انتخابات دو مدل داریم، یا انتخابات مردمی که میگوییم یک انتخابات دموکراتیکه، یا انتخاباتی که در اواخر قرون وسطا در غرب هم وجود داشت، یعنی انتخاباتی که نخبگان جامعه خودشون انجام بدن. ما این مدل هم داشتیم، یعنی که کسانی که
متعلق به دستگاه هستن، نظر مثبت نسبت به دستگاه دارن، خودشون میان خودشون بهترین های خودشون رو 5 نفر رو 4 نفر رو یا 3 نفر رو انتخاب کنن بین خودشون. اینم یک مدله. اما اون چیزی که الان داریم میبینیم و همچنین که شما گفتیم به دقت، در واقع آقای خامنه‌ای هم نفی نکرده، این هستش که نه مدل اولی نه مدل دومیه، هیچ گونه انتخابی نیست بلکه انتقاله. انتخاب نیست بلکه انتقاله. و این انتقال شاید به نظر من از اون زاویه که من جامعه رو رصد میکنم و میبینم و هر روز شاهد تحولات و بلوغ این جامعه هستم، اینه که سطح دانش مردم، فرهنگ مردم، توقع مردم از خودشون، توقع مردم از حکومتشون بالاتر رفته، نه کمتر بشه. چون بالاتر رفته درسته که صحبت نمی کنن، درسته که میریزن تو خودشون، اما این مردم با 20 سال و 40 سال قبل قابل مقایسه نیستن. و چون این مردم قابل مقایسه نیستن، این فرماندهان، فرماندهان میانه حال، مدیران میانه حال، حتی بالاترینشون یا اندکی بالاتر، چه بسا که تبعیت نکنن، تبعیت کورکورانه از آنچه که رهبر والا مقام خودشون که آقای خامنه‌ای باشه برای خودش تعیین کرده. اینه که من احساسم این هستش که انواع اقسام اپسیون ها و انواع اقسام در واقع سناریو ها رو میشه پیش بینی کرد. یکی از سناریو ها این هستش که زمانی که در واقع این انتقال بخواد رسمی بشه و اعلام بشه، احتمالاً فرماندهان برخی از نیروهای سپاه، فرماندهان بعضی از برخی از در واقع برخی از روحانیون، روحانیون بالا رتبه و مدیران حکومتی، برخی از مدیران رو قبول نکنن و به خصوص فرماندهان سپاه، و امکان درگیری شاید یکی از سناریوها باشه که قبول نکنن و بیستن و بگوین که ما جمهوری اسلامی رو قبول داریم، اما نه انتقال قدرت رو، انتخاب قدرت رو قبول داریم، نه انتقالش رو. یعنی در واقع بیاین شما شورای رهبری درست کنید، وفادار به آقای خمینی باشید، وفادار به ولایت فقیه باشید، اما ولی فقیه وجود نداره و شما نمیتونید با ما تحمیل کنین که یک جوانی بیاید بگوید من آیت الله. این رو امکان داره که، یعنی یکی از سناریوها این خواهد. یه سناریو دیگه هستش که الان میونه برخی از تحلیلگران عنوان شده، اینه که ببینین انتقال و نه انتخاب، این آردی انجام شده، این برنامه‌ریزی شده، این تمومه. یعنی امروز دیگه معلوم شده که بعد از آقای خامنه‌ای، الان آقای خامنه‌ای بعد از خودش در واقع مشتبه رو گذاشته، به خاطر این کمی اشاره کردم کسی دیگه بهش اطمینان ندارن، درسته؟ اما مسئله اصلی دیگه این انتقال نیست، تصمیمش انجام شده، مسئله اعلام میشه. چگونه میشه اینو اعلام کرد؟ ببینید چند راه داره. یعنی اینا نشستن در پشت میز کار خودشون مثل بقیه حکومت ها دیگه، برنامه و طرح می‌ریزن دیگه. یکی از طرحشون اینه که ببینیم، اینا میگن اگه ما بیایم فرض کنیم که یهو اعلام نکنیم بلکه تدریجی اعلام کنیم، و این تجربه رو کاری هست که خودشون قبلا کردن و نتایج مثبت اون رو هم تو گیومه بگم دیدن، اینه که بیان بگن مثلا ما آقای خامنه‌ای مریض هست، فعلا به طور موقتی مدیریت بیت رهبری، مدیریت بیت رهبری به دست پسرش، آدم با اطمینانی و تاکنون این کارو کرده و الان هم این کارو میکنه، مدیریتش فقط. بعد اگر موضوع انتقال قدرت باشه و موضوع جانشینی باشه، نه وراثت، جانشینی، چون اونا اینطوری خواهند گفت، موضوع جانشینی باشه، این باید به تایید مجلس برسه. اینطوری میخوان در واقع اینو مشروعیت قانونی بهش بدن که اگر مجلس قبول بکنه، خب دیگه مردم، دیگه اینا نمایندگان مجلسن دیگه، حالا درست که نمایندگان خودشونن، اما اینا اینطوری میتونن اعلام کنن و توجیه کنن که اینا نمایندگان مجلسن. بذاریم مجلس داره فکر میکنه، حالا داره تأملات و تفصیلات داره، یهو نمیخواد تصمیم بگیره، و این کار انتقال رو به درازا بکشونن. هر چی بیشتر به درازا بکشونن، مردم به تدریج مدیریت مشتبه طالقانی و بعد از اون رهبری مشتبه طالقانی رو در طول یک زمان دراز مدت، این رو به تدریج قبول خواهند کرد، به یک باره قبول نخواهند کرد. این هم یکی از سناریو هاست که در واقع سناریو دومه که میتونه به وجود بیاد، که در واقع یکی از تحلیل ها امروز این رو میگه که هرچی بیشتر شما این رو به درازا بکشونید، امکان
قبول کردن مردم سهل‌تر خواهد شد. اما اگه یهو بیان اعلام کنی مسلمه که امکان داره که مردم قبول نکنن. منظور شما طالقانی نبود، مجتبی خامنه‌ای بود منظورتون؟ اگر گفتم طالقانی بله اشکال نداره، من فهمه مجتبی طالقانی مجتبی خامنه‌ای احتمالاً اشتباهی گفتم. خواهش میکنم، نه فقط برای اینکه رفع شبهه‌ای بشه. منظور ممنون از شما. من فکر میکنم که دکتر هودشتیان چون وقتمونم کم هست، من فکر میکنم که بیعت خواهد گرفت، فکر میکنم بیعت از سپاه خواهد گرفت که شما باید این کار بکنید، به خاطر همین سناریویی که گفتیم که این سه تا قوه رو گذاشتن، به علاوه از روحانیت، حالا همشون این کارو نخواهن که، اگرچه ما دیدیم که حدود 30 تا از شورای نگهبان زمانی که خامنه‌ای رفته بود در اونجا برای سالانش شرکت نکرده بودن. پس از بیعت هم از روحانیت خواهد گرفت احتمالاً، فقط میمونه مردم. دکتر هودشتیان نکته اساسی اینجاست و این فرصت کمی که داریم، من میخوام شما راجع به مردم صحبت بکنه که مردم چیکار بکنن، اپوزیسیون چیکار بکنه، آمادگی مردم، آمادگی اپوزیسیون داخل و خارج. نظر شما در این 4 دقیقه خیلی کمه که شما بخواید تحلیل بکنید، ولی یک گوشه هایی از اون چیزی که به نظر شما میرسه که مردم باید آمادگی پیدا بکنن، چون این کارها آمادگی میخواد، نظر شما چیه؟ خواهش میکنم. ببینین، حالا فعلا ما بیایم لطفی بکنیم به اپوزیسیون و تحلیل اپوزیسیون رو بذاریم کنار. من فکر کنم بر رو اپوزیسیون تمام قد در از همه جناها و جبهه ها و نیروها و گرایش ها در برابر این مسئله میست دیگه. اپوزیسیون امروز به هیچ وجه به اصطلاح این ماجرا رو قبول نخواهد کرد، این خیلی روشنه. اما در مورد مردم فکر میکنم که اگر با تیسوشی به قلیان‌های اعتراضی احتمالی میون نیروهای لایه‌های میانی و لایه‌های زیرین مدیران، تکنوکرات‌ها و ارتشیان و حتی سپاه پاسداران، نیروهای میانی و پایین توجه بکنن، به احتمال بسیار قوی احساس من این است که اعتراضاتی در اون لایه‌ها صورت خواهد گرفت و مردم از طریق اعتراضشون باید بتونن پیوند بخورن با اون بخش اعتراضی که در میون این لایه هایی که به هر حال خیلی هاشون مجبورن کار کنن، مجبورن، همه که نمیدونم بیان خارج، مجبورن کار کنن، ولی نگرانی خودشون رو از اینکه حکومت داره ارث و میراثی میکنه، وراثت وجود داره که این دیگه در قرن 21 غیر قابل به اصطلاح پذیرشه. من فکر کنم این پیوند زیباترین پیوندی خواهد بود، زیباترین عملی خواهد بود که مردم و نیروهایی که و مدیران و تکنوکرات ها، اونایی که معترض هستن، این پیوند میتونه قلیانی رو وجود بیاره در ایران و اپوزیسیون هم میتونه به واقع هرچه بیشتر دست اندازی بکنه در این ماجرا، یعنی دخالت بکنه، حمایت بکنه و به طور همه جانبه اپوزیسیون باید نشون بده که حکومت میراثی در ایران خاتمه بده کنه. چه حکومت میراثی پهلوی باشه، هیچ فرق نمیکنه، پهلوی هم نباید حکومت میراثی چرا که حکومت بر اساس لیاقت دیگه، حکومت بر اساس میراث نیست. نام و نشان و تاریخ و آسمان و تاریخ گذشته و کتاب آسمانی مشروعیت به یک قدرت سیاسی و به یک رهبر سیاسی نمیده. اون چی که مشروعیت میده لیاقت، اون چی که مشروعیت میده نام و نشان و پهلوی و خامنه‌ای و روحانیت و دین و غیره نیست. آنچه که نشانه در واقع رهبری است، آنچه که نشانه اصلی است، لیاقته. اگه این لیاقت باشه ما رهبری رو باید بپذیریم. بنابراین من فکر کنم اپوزیسیون باید بذاره پشت این قضیه، این استدلال رو همه جانبه گسترش بده که موضوع رهبری هرچه بیشتر بر اساس کارآمدی، مهارت و پیوندش با مردمه، نه بر اساس جایگزینی و به انتقال قدرت از یک دست به یک دست دیگه بدون حمایت و رأی‌گیری و بدون انتخابات مردم. بله خیلی ممنون دکتر هودشتیان. فقط اشاره بکنم، به نظر من یکی از آمادگی هایی که مردم میتونن داشته باشن آمدن تو خیابون
و نرفتن در خونه، یعنی کاری که بعضی از بهار عربی کردن و به صورت شیفتی بیان عمل بکنن و سپورت لوجستیکلی سپورت داشته باشن از نظر غذا و آب و چیزهایی که موندگار بشن. یه همچی چیزی که الان ما در مورد اربعین داریم میبینیم بسیار بسیار میتونه مؤثر باشه در همون زمانی که بسیاری منتظر هستن. یک دقیقه خدمت شما فرصت هست که اینو جمع‌بندی بکنین جناب هودشتیان. خب من فکر می‌کنم که مجتبی طالاخانی رو اگه بخوایم، مجتبی خامنه ای رو ببخشید دوباره من رفتم طالاخانی، نمیدونم چرا این میچرخه تو زبان من، مجتبی خامنه ای رو ما بخوایم به صورت یه مقدار روش توجه بکنیم در از یکی دو دقیقه. ببینید مسئله بزرگ حکومت‌های استبدادی اقتدار سیاسی نیست، هیبت سیاسیه. یعنی که تو هیبتی داشته باشی که خودت رو بتونی از لحاظ شخصیتی تحمیل کنی به دیگران. این چیزی بوده که رژیم خمینی رو حفظ کرد و این چیزی بوده که خامنه ای رو حفظ کرد، در واقع اون کاریسم یا هیبت سیاسی رو. هیبت سیاسی همون کاریسم میگن. این رو آقای مجتبی خامنه ای نداره، بدون تردید نداره. هیچ جایگاهی، هیچ در واقع پذیرشی از سوی مردم نداره، حتی مهمتر از این در میون خودشون هم نداره. این یک پدیده تحمیلی است و اگر در بازگشت به بحث اولیمون، احتمالاً جنگ اوکراین به شکست ارتش روسیه منجر بشه و هرچه بیشتر روسیه پشتیبانی خودش رو از حکومت ایران برداره یا ضعیف بشه، احتمال خیزش های جنبش های اجتماعی در ایران خیلی خواهد شد و امید به مردم بیشتر خواهد داد که در واقع پشت این رژیم هیچ کی نیست و این ماجرای پرچمداری گرایش به شرق در دست روسیه فقط یک افتضاح بوده و یک در واقع توهم بزرگ بوده. من فکر کنم اینجاست که به عبارتی میتونه به اصطلاح جنبش های مردمی به اتکای به این و نیست اپوزیسیون دخالتگر باشه و بتونه حرکت کنه برای یک تغییر مثبت در جامعه در آینده ایران. خیلی ممنون، بازم سپاسگزارم دکتر دشتیان که تشریف آوردین، استفاده کردم بسیار. فقط جمله آخرم بگم، مطلبی گفتین راجع به وراثت، من باید یک مهمان دیگه ای رو دعوت کنم که با شما دیبیت بکنه در این مورد. در یک فرصت دیگه ای در خدمتتون خواهیم بود اگر اجازه بدین که راجع به وراثت رو بعد به هر صورت. سپاسگزارم، امیدوارم که باز هم خیلی سریع بیشتر با شما در برنامه باشیم. امید دیدارش. خواهش کنم. خواهش کنم.